مخاطبان اکو ایران سلام وقت بخیر دولت سیزدهم وعده ای رو داده اون هم در حوزه مسکن ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال یا به عبارت دیگه تحویل یک میلیون مسکن در هر سال آیا این وعده قابلیت تحقق داره رابطش با پایه پولی و تورم چیه یا و اساسا اینکه آیا طرح مسکن مهر دولت احمد نجات تکرار خواهد شد یا نه به همین منظور گفتگوی و ترتیب دادیم با آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان آقای دکتر سلام وقت بخیر به استودیوی کویران خوش اومدیم. به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستم سلامت باشین آیه دکتر مستقیم میریم سراغ اصل مطلب آیا این وعده شدنیست یا خیر؟ بله شدنیست قطعا شدنیست ولی نه به این روشی که ما قرار هست احتمالا ادامه بدیم چون شما به درستی فرمودید که در دولت های گذشته تجربی هایی داشتیم و به نظر میرسه همون تجربه ها قرار هست دوباره تکرار بشه یعنی افرادی که این طرح در واقع یک میلیون مسکن در سال رو مطرح کردن در گذشته هم مسئولیت داشتند و به قول شما طرح مسکن مهر رو اون زمان ارائه دادن و اجرا کردن طرحی که من مطمئن نیستم چه عواقبی برای بازار مسکن داشته شاید شاید عواقب مثبتی نداشته از نظر رفاه افرادی که دست دسترسی پیدا کردن به مسکن مهر احتمالا رفاهشون افزایش پیدا کرده اگر لازم باشه بعدا خدمتون توضیح میدم احتمالا از نظر اقتصاد کلان تأثیر منفی بر معیشت کل جمعیت کشور داشته به نظر میرسه الان هم همون راه رو ما داریم ادامه میدیم اگر که روشهای مدرن رو در پیش بگیرن اگر تعالیم علم اقتصاد تعالیم علم و تجربه بشری رو ما در نظر بگیریم تجربه هایی که در سایر کشورها بوده می شود این کار رو انجام داد منتها عرض می کنم نه به این صورت خب آقای دکتر قبل از اینکه بحث این که چطور می شود رو باز کنیم و با شما صحبت بکنیم این که شما قبول دارین که طرح مسکن مهر دولت آقای احمدی نجات تورمزا بود و به سراغ پای پولی رفت و چقدر احتمال میدین مستقیما که دوباره این طرح به اون صورت اجرا بشه و خدای نکرده حالا یه تورم دوباره توی کشور ایجاد بکنه و یا اینکه سراغ پای پولی برن بله تورمزا بوده در این مسئله شکی نداریم از پای پولی استفاده شده برخی از نظریه پردازان اقتصادی از اون زمان تاکید میکنن روی این قضیه که اتفاقا چقدر خوب شد که از پای پولی برای ایجاد مسکن استفاده شد اونتا وقتی که شما طرحهای های رو در پیش میگیرید از،, از کل مردم در واقع دست میکنید در جیب مردم در اختیار افراد خاصی قرار میدید در اختیار اون پیمانکاری که این طرح مسکن رو داره اجرا میکنه منابع عظیم مالی در اختیارشون قرار خواهد گرفت دقیق میفرمایید حتی ممکنه که در اختیار خریدار مسکن هم قرار بگیره یعنی قدرت خرید یا ثروت خریدار مسکن مهر به عنوان مثال در گذشته و مسکن یک میلیونی در الان ممکن افزایش پیدا کنه اما واقعیت این هست که کل جامعه فقیرتر میشه این طرحها احتیاج به نبوغ نداره یعنی طرحی که کل جامعه رو تضعیف بکنه به فقر بکشاند و بخش خاصی از جامعه منتفع بشود این طرح به راحتی ممکن انجام بشه و در نهایت وضعیت کل اقتصاد رو بدتر خواهد کرد وضعیت معیشت رو بدتر خواهد کرد وضعیت رفاه رو تخریب خواهد کرد امیدوارم که درس بگیریم از گذشته ما نیاز به مسکن داریم در این مسئله شکی نیست منطقه تا اینکه چه سیاستی رو در پیش بگیریم برای احداث مسکن برای ایجاد مسکن برای توسعه بازار مسکن اون هست که مهمه بسیار آقای دکتر شما فرمودین که حالا اون آدم ها تکرار نشن یا اون سیاست ها تکرار نشه ایده شما و پیشنهاد شما برای طرح مسکن چیه بله ببینید واقعیت این هست که در کشور ما در زنجیره تولید و مصرف مسکن در انتهای زنجیره ما مشکل داریم یعنی قدرت خرید خریداران مسکن به اندازه کافی نیست و حتی الان قیمت بسیار گران است یعنی شما اگر نسبت قیمت به اجاره رو در نظر بگیرید بسیار بسیار رنت یلد میگن یعنی تحت عنوان رنت یلد شناخته میشه این بسیار کاهش پیدا کرده نسبت قیمت به اجاره افزایش پیدا کرده بنابراین مسکن نسبت به سایر بازار دارایی ها بسیار گران است این نکته است که ما اطلاع داریم ما میدونیم که مسکن گران هست قدرت خرید مردم اندازه کافی نیست دستمزد به خصوص دستمزد حقوق بگیران بنده کافی افزایش پیدا نکرده دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارمندان اندازه کافی افزایش پیدا نکرده. نکرده چه باید کرد راهکاری که سایر کشورها در پیش گرفتن ارائه وام مسکن تحت عنوان مورگج لونز یا وام های رهنی در ایران میشناختیم این نو وام ها رو در قبل از انقلاب هم داشتیم منظور بنده از وام مسکن یا وام رهنی یا مورگج لون وامی هست که یک چیزی حدود شاید 80 تا 90 درصد ارزش یک ملک رو ما به خریدار وام می دهیم اگر به سمت چنین روشی برویم اتفاقا تاثیر مناسبی بر تورم هم خواهد داشت یعنی میتونه تورم زدا باشه به جای که تورم زا باشه منتها چگونه باز اگر این وام مسکنی که داره اعطا میشه از محل پای پولی تامین بشه حکایت همچنان باقی است همچنان مشکل خواهیم داشت فقط میفرمایید اما اگر شما خرق پول کردید تسهیلات در اختیار خریدار مسکن قرار دادید منتها این قرارداد رو به نحوی تنظیم کردید که اعتبار سنجی به اندازه کافی انجام بشه دقت میفرمایید و قرارداد به نحوی باشه که بانک متضرر نشه اون وقت ریسک اعتباری بانک به شدت کاهش پیدا میکنه وقتی ریسک اعتباری بانک کاهش پیدا کرد این خلق پولی که بانک انجام داده بازگشت خواهد داشت به نظام, به نظام بانکی برخواهد گشت و بنابراین تعادل ایجاد میشه بنابراین نقدینگی بیرویه رشد نخواهد کرد این نکته هست که در کشورهای پیشرفته اجرا شده مثلا در ایالات متحده یک چیزی حدود یک سوم کل وام هایی که نظام بانکی در اختیار جامعه قرار میده فقط وام های مسکن اون هم وام های مسکن مسکونی است یعنی وام های تجاری املاک تجاری هم در نظر نگرفتیم فقط املاک مسکونی یک سوم کل اعتبارات بانکی اختصاص داره به املاک مسکونی چرا برای اینکه ما می توانیم ساز و کاری رو داشته باشیم که ریسک اعتباری به شدت کاهش پیدا کنه اگر شما نقدینگی ایجاد کردید ولی یا تسهیلات اعطا کردید ولی این تسهیلات در نهایت به افزایش شدید نقدینگی نینجامید این تحتر مثبتی هست دقیق بنابراین دو راهکار دو در واقع نظریه کاملا متضاد ما در زمینه مسکن داریم یکی مسکن دولتی با استفاده از اعتباراتی که در نهایت از محل پای پولی تأمین خواهد شد معمولا در هواشی شهرها بدون امکانات جانبی که سکنه اون در واقع ناحیه یا محل احتیاج دارند. این یک طرح هست که در قالب مسکن مرق در گذشته تبلور پیدا کرده طرح دیگر این هست که اتفاقا در قالب شهرها در داخل شهرها به خصوص در بخش فرسوده در بافت فرسوده شهر شما وام هایی رو اعطا می کنید که خریداران بتوانند خرید کنند دقیق میفرمایید حالا در نهایت باید بریم به سمت اینکه پیمانکاران رو هم ما تقویت کنیم از نظر حقوقی که مثلا بتوانند تعدادی واحد های مسکونی در حال تخریب رو خریداری کنند و اینها رو تبدیل به واحد های مدرن کنند و تعداد رو هم افزایش بدهند این هست که سکنه به مرکز شهر برگرده من یک نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم خیلی مهمه در سیاست های مسکن در گذشته این خیلی عجیب هست که ما سیاستی رو در ایران اجرا کردیم که در گذشته در کشور دیگری در ایالات متحده این سیاست اجرا شد و بسیار مخرب بوده اون چه سیاستی است سیاست انتقال جمعیت از مرکز شهر به هومه این سیاست بسیار بسیار سیاست مخربی است که من اینجا سل... لازم دونستم خدمت شما اشاره کنم وقتی که مرکز شهرها رو از جمعیت تخلیه کردن مرکز شهرها به محل فساد جرم جنایت فساد و فحشا تبدیل شد اگر ما اگر سیاست گذار واقعا هدفش این هست که مراکز شهرهای ایران رو تبدیل به چنین مراکزی بکند خب میتونیم ادامه بدیم ولی اگر عکس این هست اگر نمیخواهیم این عواقب رو بپذیریم سیاست هایی که باید در پیش بگیریم بسیار متفاوت از سیاست خواهد بود که دولت مهرفرزی اجرا کرد آقای دکتر یه مسئله دیگه که مطرح این که در بخش مسکن تا الان شاهد تسهیلات تکلیفی بودیم. نظر شما درباره این تسهیلات و این طرحی که شما الان فرمودین چیه برای این تر چه فکر رو خواهیم کرد؟ باز هم در چارچوب تسهیلات تکلیفی خواهیم رفت؟ بر شما ببینید نکته مهم در بخش مسکن این هست. چون وام هایی که باید برای خرید مسکن اعطا بشود معمولاً وام های بلند مدت هست دیگه. حالا کوتاه مدت شما بخواید در نظر بگیرید ده سال و دوازده سال هست ولی در کشورهای دیگه معمولا دو نوع مثلا وام دارن 15 ساله و سی ساله در بسیاری از کشورها چنین وام هایی هست حتی اگر که فرد جوانی باشه یا خانواده جوانی باشن مثلا معلمان جوانی که حتی خیلی وقتا ازدواج میکنن دو معلم زن و شوهر اینها مثلا در سن 23 -24 سالگی آغاز فعالیت حرفه هست فعالیت شغلیشون هست وام میتونن بگن وام مثلا 40 ساله دقیق میفرمایید پس هر چه طولانی تر باشه سطح رفاه جامعه بالاتر میره در کشور ما ممکن نیست چرا ممکن نیست به خاطر اینکه نرخ تورم بالاست اگر شما بخواید در واقع نرخ بهره واقعی صفر هم در نظر بگیرید یعنی اقتصاد کاملا اسلامی نرخ بهره صفر بخواید در نظر بگیرید با توجه به نرخ تورم انتظاری که الان در جامعه شاهد هستیم باید یک نرخ حدود 50 درصد مشتری رو شارژ کنید یعنی بانک باید شارژ کنه خب اینکه هیچ در واقع این وام دیگه تقاضایی برای این وام وجود نخواهد داشت بنابراین به چه راهی کشیده می شود سیاست گذاره بخش مسکن به اینکه سوبسید بدهد از جیب همه مردم سوبسید بدهد به خریداران مسکن یعنی به, به نحوی از انها حالا شما از می میخواید تحصیلات تکلیفی بگذارید یا انواع و اقسام در واقع روش هایی که وجود داره که به نظام بانک های تجاری فشار بیاریم که نرخی برای وام های مسکن در نظر بگیرند که زیر نرخ تعادلی هست فقط میفرمایید خب این در نهایت به کجا میرسه به اینجا میرسه که متاسفانه در واقع بخش بانکی کشور تضعیف خواهد شد و بانک هم پیش وقت تضعیف در نهایت تضعیف نخواهد شد میدونید که وقتی نظام بانکی ناترازی به وجود میاد در نظام بانکی در نهایت از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهد داشت و اون وقت بانک مرکزی اگر جلوی این در واقع اضافه برداشته بگیره بانک الان ورشکستگی میکنه کل نظام بانکی و کل نظام اقتصادی در خطر قرار میگیره بنابراین شما شاهد هستید که هر چقدر هم یک بانک ضرر بده هیچ وقت تنبیه نمیشه یا به تنبیه نمیشه از اون طرف خب ببینید ناظر بانکی باید سعی کنه که بانک ها سوداور باشند بانک ها نروند به سمت روش هایی که ایجاد تورم میکنه ولی در بخش مسکن ما شاهد هستیم که ناظر دولت حاکمیت داره فشار میاره به نظام بانکی برای ایجاد تورم دقیق میفرمین این هاست که مزر هست این سیاست ها سیاست های متاسفانه ناسازگاری است در ادبیات اقتصاد کلان اینطور عنوان میکنیم که این سیاست ها از ناسازگاری زمانی یا تایم inconsistency رنج میبره امروز ممکنه شما تصور بفرمایید که وضع شما بهتر میشه اما بعد از چهار سال در میانه این طرح مسکن که قرار گرفتیم با تورمی که ایجاد خواهد کرد عموم مردم ناراضی خواهند بود برداشت من این حتی کار به جایی خواهد رسید که خریداران و پیمانکاران مسکن هم که در واقع منتفع میشن یعنی قدرت خرید از عامه مردم به این افراد منتقل میشه حتی اونها هم در نهایت ناراضی خواهند بود و متضرر خواهند شد درسته آقای دکتر همونطور که فرمودین حالا اینجا یه گریزی هم به مشکلات اقتصاد ایران الان ما با تورم دست و پنجه نرم میکنیم و در کنارش هم یک بانک مرکزی داریم که مستقل نیست بله با توجه به این اتفاق وعده که دولت داره میده به نظر شما تمرکز دولت بر سر تورم و استقلال بانک مرکزی باشه بهتر از دادن وعده مثل ساخت یک میلیون مسکن در یک سال نیست بله قطعا همینطوره یعنی اگر واقعا دولت میخواست که عامه مردم رو راضی کنه اگر تجربه دیگران این همه که من تاکید میکنم روی تجربه بشری به این دلیله اگر ما از تجربه دیگران استفاده میکردیم میدانستیم که به نفع دولت خواهد بود اگر دولت جناب آقای رئیسی در طی این چهار سال فقط یک کار انجام میداد و اون این بود که تورم رو می آورد زیر 5 درصد که امکان پذیره که بسیاری از کشورهای جهان انجام دادن که بیش از 180 کشور جهان توانستن تورم رو کنترل کنند یه وقتی ما در مورد آمال و آرزوهایی صحبت میکنیم که دست نیافتنی است یک زمانی ما در مورد یک طرح صحبت میکنیم که بسیاری از کشورهای جهان همسایه خودمون کشور افغانستان ما میتونیم درس بگیریم بالاخره تورمش یه چیز حدود 5 درصده پس دست اگر ما این وعده ها رو ندهیم دقت میفرمایید این نو وعده هایی که ما میدیم نه فقط در بخش مسکن در بقیه بخش ها هم این وعده هایی که داده شده معمولا اینطور هست که از جیب عامه جامعه میگیره تزریق میکنه به جیب افراد خاص در واقع یک نو رانت است ما حدود 50 ساله از دهه 1150 تا کنون سیاست راندپاشی در کشور داشتیم یعنی به عنوان در واقع یک کیس قابل مطالعه یک کشوری که 50 سال به سیاست ظالمانه راندپاشی ادامه داده دقیق میفرمایید ما در این حد هستیم باید یک روزی تغییر کنیم باید یک روزی بریم به سمت عدالت دقیق میفرمایید نه اینکه بعضی از افراد چون نیاز بیشتری دارند ما این افراد رو تأمین کنیم از محل از جیب افرادی که صداشون رو جامعه نمیشنود این راهکار غلطی است که ما ارائه دادیم بسیاری اوقات مثلا شما ببینید در مسئله تأمین اجتماعی در مسئله سیاست های بازار کار سیاست های اشتغال در مواجهه با کارگران حاکمیت میاد از جیب جامعه یک سری در واقع مزایا در اختیار افراد خاص قرار میده در حالی که از جیب کل جامعه داره مصرف میکنه مثلا کارگران ورزشون ممکنه یک مقدار بهتر بشه در برخی مواقع با سیاست هایی که ما مثلا اعمال کردیم یا کارمندان یک زمانی وزشون بهتر میشه در حالی که کل جامعه به خصوص بیکاران به خصوص اخشار ضعیف جامعه به خصوص اخشار بی‌بزاحت جامعه به شدت وضعشون بدتر خواهد شد حالا عجیب اینجاست که ما در دولت‌های گذشته طرح‌های دیگری داشتیم که اتفاقا اونا خیلی موفق بوده مثل هدفمندی یارانه ها کشورهای دیگر از ما آموختند الان مسئله هدفمندی یارانه ها یونیورسال بیسیک اینکام یا یو بی آی در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مطرحه مباحث روزانه به روزانه ما مقاله داریم در زمینه یو بی آی یا یونیورسال بیسیک اینکام و به نظر میرسه که دنیای مدرن در نهایت از ما درس خواهد گرفت و خواهد رفت به سمت هدفمندی یارانها چرا به جای اینکه ما طرح مسکن رو ادعای مثلا ساخت یک میلیون مسکن در سال رو داشته باشیم چرا نمی رویم به سمت اینکه یارانها رو هدفمند کنیم که اخشار ضعیف جامعه اخشار آسیب پذیر جامعه چتر حمایتی روی سرشون قرار بگیره آقای دکتر برگردیم سر قضیه مسکن یک بخش عمده ای این ساخت و سازها مربوط به مسائل ساختمانیه خب به صورت کلام بخوایم بگیم که بخش فولاد که بخش سیمان خیلی مطرحه تو این قضیه آیا کشور در داخل میتونه این نیاز ساخت یک میلیون مسکن در یک سال تامین بکنه یا نه این خودش هم در چرخش یک سری مشکلات و رانت و و قضای دیگه در دل خودش به وجود خواهد آورد احسان سوال خوبی مطرح کردید آیا ما ظرفیت کارکن اجازه سیمان اون اجازه میده یک میلیون مسکن احداث کنیم بله درصد در آیا ظرفیت کارخونه فولاد ما اجازه میده یک میلیون مسکن ایجاد کنیم صد درصد اما به چه نفع؟ اگر سیاست در واقع اگر اجازه بدیم مردم خودشون مسکن رو بسازن دقیق میفرمایید خیلی خوبه اتفاقا باعث گسترش کارخانه سیمان سیمان و فولاد خواهد شد اما اگر ما بودجه نداریم بخشش از پای پولی تامین کنیم بخش دیگری رو سعی کنیم که قیمت ها رو سرکوب کنیم سرکوب قیمتی موجب خواهد شد که این کارخونجاتی هم که داریم چی بشن یعنی ببینید ما در طی شاید ده سال گذشته که تن بگیرید به ندرت صنایعی داشتیم که پیشرفت کردن سه تا از صنایعی که من خدمت شما نام ببرم پتروشیمی سیمان و فولاد هست که این صنایع اضافه ظرفیت دارن رشد کردن خب ما از طریق سرکوب قیمتی باعث خواهیم شد بعد از پنج سال بعد از ده سال این کارخونجات هم و از بین بروند یعنی من اینجا هشدار میدهم که نکند ما سیاستی در پیش بگیریم که در آینده صنعت سیمان و صنعت فولاد ما که الان صنایع سن... بالنده ای هستند در آینده تبدیل بشن به صنعت سن... نساجی ما یک زمانی تولید کننده محصولات نساجی بودیم یک زمانی افتخاری بوده برای ما اصلا اسامی بوده برندهایی بوده که شناخته شده بود چه در ایران چه در خارج از ایران مثل نساجی مازندران به عنوان الان کجاست سیاست های کلانی در پیش گرفته شد که صنعت نساجی کشور متاسفانه به ازمهلال رفت مستحلک شد به طور کامل امیدوارم که اگر سیاستی قرار هست برای توسعه بخش مسکن در پیش گرفته بشه امیدوارم که همه جانبه باشه همه جوانب دیده بشه نه اینکه صنعت فولاد تخریب بشه صنعت سیمان تخریب بشه تا مثلا تعدادی ما واحد مسکونی بسازیم ضمناً فرض کنید که 4 میلیون واحد مسکونی ساختیم ما از اون طرف نیاز داریم که بازار خودش هم مسکن تولید کنه دقت میفرمایید من در واقع تصورم این هست که این چهار میلیون اگر به درستی سیاست گذاری نشه باعث میشه که انگیزه ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی تضعیف بشه ما عبارتی داریم در اقتصاد کلان که بسیار مشهوره تحت عنوان کراودینگ اوت کراودینگ اوت یعنی تخلیه یعنی شولت که وارد میشه بخش خصوصی خارج میشه آیا ای میخوایم چنین سیاستی در پیش بگیریم خب اینجا شما 4 میلیون مسکن در چهار سال خواهید ساخت ولی اونجا ساخت و ساز بخش خصوصی رو به صفر میرسونید کیفیت این واحدهای دولتی شما به چه نحوه کیفیت اون واحدی که بخش خصوصی می ساخت به چه نحو بوده تا چند سال بوده دقت میفرمایید آیا واقعا بعد از چهار سال که ما 4 میلیون مسکن رو ساختیم آیا واقعا وضع جامعه بهتر میشه آیا واقعا وضع بازار مسکن به طور مثال بهتر شده؟ آیا واقعا وضع مثلا تاجران جامعه، اجاره نشینان آیا وضعشون بهتر شده یا بدتر شده؟ اینها رو باید پاسخ بدیم. اگر که یک مطالعه دولت انجام داده، به نظر من بهترین کار اینه که این مطالعه رو در اختیار کارشناسان در اختیار عامه جامعه قرار بده. بگه ما به تک تک مواردی که هشدارهایی که شما دادید پاسخ داریم. ما پاسخ میدیم. ما یک طرح جامعه در نظر گرفتیم اگر این طور باشه در جلسه آینده بنده در برنامه شما حضور خواهم یافت و از اون دفاع خواهم کرد ولی الان نقاط تاریک زیادی متاسفانه در این طرح دیده میشه آقای دکتر یک مسئله که وجود داره اینه که خب همونطور که شما مستحضرید و مخاطبین هم میدونن بالاخره اقتصاد این اقتصاد دولتیه و الان دولت هم قصد کرده که این کار رو به هر نحوی انجام بده و یک طرح هم داره شاید برای خیلی از مردم یک سوالی پیش بیاد اینکه آیا بهتر نیست دولت به جای اینکه بره توی حالا فضای خارج از شهر یا به اصطلاح در فضای بیابانی شروع به ساخت و ساز مسکن بکنه لا اقل یک سری شهرک‌های صنعتی رو احت... احداث بکنه و شغل‌های با پایداری ایجاد بکنه برای جوان‌ها بعداً مسکن رو مثلا جور دیگه اجرا بکنه دنیا چه جوریه تو این قضیه آیا شهرک سازی صنعتی کار درست‌تره یا طرحی مثل مسکن مهر من عرض کنم هیچ کدوم ببینید دولت می تواند وارد بشود جایی که بخش خصوصی وارد نمی شود اگر اتش وجود داره برای ورود دولت برویم به سمت ساخت زیر ساختا ما الان وضعیت کیفیت صنعت ریلی در ایران توسعه کمی و کیفی سنت ریلی در ایران در حد کشورهای جهان سوم هم نیستیم پایین تر از کشورهای جهان سوم هستیم ما در زم... زمینه ها حرف داریم برای گفتن در دنیا ما در زمینه در واقع تکنولوژی نانو حرف داریم در دنیا اینا نمیخونه با هم دیگه چطور کیفیت حمل و نقل ما اینقدر پایینه و اینقدر هزینه بخش حمل و نقل کشور در حالی که مثلا در تولید علم مثلا موفقیم. خب اینا با هم دیگه نمیخونه و قطعا اون تولید علم هم ادامه دار نخواهد بود اگر بنا هست دولت در جای وارد بشه من توصیه اکیدم این هست چه اشکال داره بگید ما بررسی کردیم دیدیم این ساخت 4 میلیون مسکن در سال توسط دولت عملی نیست و به نفع کشور نیست اولا ما سعی میکنیم چهار میلیون مسکن رو بسازیم اونتا از طرف بخش خصوصی سعی میکنیم مثلا زیرساخت قانونی بخش مسکن رو فراهم کنیم ما نداریم در کشورهای پیشرفته یکی از نکاتی که باعث میشه بازار مسکن رشد کنه زیرساخت قانونی است که بخش مسکن داره ما نداریم یا نهادهای بخش مسکن هست مثل مثلا ریتس دقیق میفرمایید ریل استیت اینوستمنت تراست ما اینها رو در کشور نداریم البته با سازمان و بورس اخیراً تصویب کرده ولی هنوز در کشور نداریم خب اینها رو میتونیم تاسیس کنیم شرکت های سرمایه گذاری مسکن رو میتونیم تقویت کنیم دقیق میفهمم پیمانکاران رو میتونیم تقویت کنیم از این طرف هم خریداران رو تقویت کنیم من به جرئت خدمت شما عرض می کنم اگر این کار انجام بشه در انتهای 4 سال شما میبینید که تعداد مسکنی که بخش خصوصی می سازه با کیفیت به مراتب بالاتر تعداد به مراتب بالاتر از این تعهد دولت خواهد بود دقیق میفرمایید بنابر جور دیگر باید دید نکته اینجاست دقیق میفرمایید بله میتونیم دست پیدا کنیم نکته که اول این برنامه خدمت شما عرض کردم می توانیم به چهار میلیون مسکن دست پیدا کنیم حتی بیشتر با کیفیت بهتر اگر سیاست ها به درستی اجرا بشود از اون طرف شما میخواید بخش مسکن رو تقویت کنید حمل و نقل رو تقویت کنید مسکن خودش درست میشه هم حمل و نقل داخل شهری رو تقویت کنید هم حمل و نقل خارج شهر رو تقویت کنید به خصوص که ما الان تکنولوژی مترو در شده یعنی ما تکنولوژی مترومون رو خود... کاملا و... خودکفا شدیم تقریبا خودکفا شدیم حالا بحث بحث واگن و لوکوموتیو و اینا کنار بذاریم ولی ساخت مترو ساخت تونل و اینها رو خیلی ما پیشرفت کردیم خب همین رو گسترش بدیم شهرهای بالای یک میلیون نفر رو اجازه بدیم مترو گسترش پیدا کنه بعد شهرهای بالای 100 هزار نفر رو از طریق یک سیستم ریلی مدرن به هم متصل کنیم خیلی خیلی نتیجه بهتر از این خواهد بود که بخوایم 4 میلیون مسکن در طی 4 سال بگز... بسازیم اونم با یک تجربه ای که در گذشته شکست خورده آیا دکتر نیت دولت شد از این کار اینه که قیمت مسکن رو کمی کاهش بده چون الان تقریبا در شهر تهران که قیمت ها سر به فلک کشیده و به طبع اون بقیه استانها و شهرستان های کشور در حال قیمت مسکن در حال افزایش هست آیا این ساخت و ساز مسکن و این افزایش در سمت عرضه مسکن باعث میشه قیمت ها لاغل در کلان شهری مثل تهران پایین بیاد؟ خیر این باعث میشه قیمت در اون مناطقی که خارج شهر هستن کاهش پیدا کنه دقیق میفرمایید یعنی خیلی بعیده که در واقع افرادی رو که در داخل شهر هستن چون امکانات هم نداشتن در گذشته که لاقل تجربه ما اینطور بوده که مسکن رو در جای احداث میکردن که امکانات کافی در اختیار نداشتن همین مسئله که من خدمت شما عرض میکنم حتی اگر بنا باشه دولت وارد بخش مسکن بشه ابتدا باید حمل و نقل در واقع حومه ای رو تقویت کنه اونم نداریم دقیق میفرمایید یعنی یعنی واقعا هر من،, من،, نگاه میکنم هر دلم میخواد که بالاخره این طرح رو ما بقبولانیم به جامعه ولی میبینم که نقاط, نقاط ضعف زیاده دقیق میفرمایید بنابراین توصیه بنده چیه؟ توصیه بنده اینه که ببینید مسئله در مورد قیمت شما فرمودید شما تصور کنید خب این تر میگه من عرضه مسکن رو زیاد میکنم مسکن یک کالایی که وابسته به مکانه دقیق میفرمایید شما اگر در بازار دخالت کردید ساخت و ساز بخش خصوصی رو پایین آوردید از اون طرف مقدار عرضه پای پولی رو افزایش دادید تسهیلات تکلیفی ارائه دادید قیمت ها رو به صورت مصنوعی قیمت مسائل رو به صورت مصنوعی سرکوب کردید در نهایت کل بازار مسکن رو تخریب کردید در نهایت جهشی که در آینده در مسکن مرکز شهرها خواهید دید یا در بخش های کیفی شهر خواهید دید اتفاقا بیشتر از گذشته هم خواهد بود دقیق میفرمایید بنابراین این مداخلات رو لاغت تجربه ما در ایران حالا ما اصلا با تجربه بین کار نداریم تجربه ما در ایران اینجور بوده که چنین مداخلاتی نه فقط به سرمنزل مقصود نرسیده بلکه اتفاقا بازدارنده بوده اتفاقا سطح رفاه رو نه فقط افزایش نخواهد داد بلکه در نهایت سطح رفاه کل رو متاسفانه کاهش هم خواهد داد آقای دکتر به عنوان آخرین سوال ما بخش تورم رو صحبت کردیم و خیلی جهان درش صحبت میشه تو بانک مرکزی اما یک سوال کماکان پا بر جا چیزی که خود از اطالی چند بار تاکید کردی بخش خصوصی این نگاه بعد و این برداشت بعد نسبت بخش خصوصی چرا در کشور وجود داره و چه پیشنهادی به دولت میدین که این قضیه رو لاقل در این چهار سال برطرف بکنه و با یک دید مثبت به این قضیه نگاه بکنه بله ببینید اولا نگاه بعد نسبت به بخش خصوصی واقعی نیست اصلا در کشور تو نگاه خیلی مثبت هست ببینید ولی بخش خصوصی که شما مد نظرتونه ثروتمندان جامعه هستن نسبت به ثروتمندان جامعه نگاه خیلی بدی وجود داره چرا برای اینکه بخش عمده ای از ثروت از طریق رانت به افراد خاص منتقل میشه دقیق میفرمایید این مشکل اساسی ماست یا از طریق نابسامانی‌هایی هایی که در سطح اقتصاد کلان وجود داره این ثروت به افراد خاص منتقل میشه همین بخش مسکن رو در نظر بگیرید وقتی شما شرایط تورمی در جامعه فراهم میکنید تعداد زیادی از افراد جا میمانند هیچ طرحی ما برای جاماندگان نداریم ای آیا اگر مثلا 4 میلیون مسکن هم ساختیم مثلا حدود 12 میلیون نفر 10 میلیون نفر 12 میلیون نفر وارد اینجا شدن مشکل حل میشه یا مشکلاتشون اضافه میشه مسکنشون حل شده ولی ولی کارشون از دست میدن چون باید فاصله بگیرند بعد میفرمایید از محل کارشون این به این روش ما به جایی نخواهیم رسید این نکته اساسی هست که من میخواستم روش در این مسابقه خدمت شما تاکید کنم که جور دیگر باید دید دقیقا این آمال و آرزوها خوب هست آمال و آرزوها باید اجرا بشود باید باید دیده بشود باید تلاش بشود که به سمت اهداف حرکت کنیم اما از طریق سیاست گذاری درست خیلی ممنون اگر نکته باشه ما در خدمت این همینطور اگر جنبندی داریم بفرمایید و اگر یک گوشه اشاره هم به طرحی مثل مالیات بر خانه های خالی و اینها هم داشته باشیم خیلی ممنون میشه بله ببینید همین, ما... همین خانه های خالی که تعداد زیاد هست ببینید در اقتصاد به خصوص در اقتصاد کلان وقتی شما بخش انتقال کشور رو مد نظر قرار میدید یک سری افراد بیکارند به دلیل اینکه بهشون میگن بیتوین جابز بین دو تا کار هستند یعنی کارشون از دست دادن میخوان کار جدید بگیرن این طول میکشه در بخش مسکن هم همین هست وقتی اجاره نشینی به شدت افزایش پیدا کرده دقت می‌فرمایید یک سری واحدها تخلیه میشوند افراد جدید باید در واقع این واحدها رو دریافت کنند بالاخره یک نرخ طبیعی خانه‌های خالی ما در کشور خواهیم داشت حالا اگر این اومدی انگرادیسمان کردی بزرگش کردی دقت میفرمایید بعد یک طرح تنبیهی قائل شدی دقت بفرمایید ببینید اون عزیزانی که در مجلس و الان هم در دولت حضور دارند اون عزیزی که اومده مالیات بر خانه خالی تصویب کرده مالیات بر خانه خالی تثبیت کرده یعنی در واقع فردی رو داره تنبیه میکنه که در داخل کشور سرمایه گذاری کرده اما اگر اون فرد اون خونه رو فروخته بود رفته بود دبی یا رفته بود استانبول یا نه رفته بود بورلی هیلز امریکا اونجا خونه خریداری کرده بود اونجا زندگیش منتقل کرده بود هیچ مالیاتی از اون فرد دریافت نمیشه ببینید به اسم عدالت عدالت سربریده میشه اینها هست که مشکل ایجاد میکنه بله اگر شما هزینه نگهداری خانه ها رو کلا افزایش میدادید هزینه نگهداری خانه خالی هم افزایش پیدا میکرد اونتا نه به حالتی که عقده گشایی ما داریم انجام میدیم یعنی یک جور جریمه های ما در نظر بگیریم که در نهایت این جریمه ها پرداخت نخواهد شد میدونید که همش تبدیل به فساد خواهد شد یعنی در نهایت فرد مجبور میشه که متاسفانه رو بیاره به روش های مفسد آمیز برای اینکه اجتناب کنه از اون جریمه که داره اعمال میشه صحبت من رو داشته باشید داره ضبط میشه من خدمت شما عرض میکنم مالیات بر خانه خالی به این صورتی که تصویب شد شکست خواهد خورد یکی از بهترین روش های مالیاتی مالیات بر آیدی سرمایه است باز خدمت شما عرض میکنم اگر بدون مطالعه مالیات بر آیدی سرمایه هم تصویب بشود به جرات خدمت شما عرض میکنم که آن طرح هم شکست خواهد خورد این نوع احتیاج به تجربه داره احتیاج به دانش داره احتیاج به علم داره علم گسترده دقت میفرمایید تا وقتی که ما این علم رو نخواهیم بپذیریم که از تجربه جهانی درس بگیریم همین آش و همین کاسه همین میشه که ما شما فرمودید بخش خصوصی متاسفانه بدنام شده در حالی که منظور ثروتمندان جامعه است بدنام شدن چون داره رانت در واقع پخش میشه رانت گسترش پیدا میکنه باید سعی کنیم که جلوی این ران ها رو بگیریم جلوی ارز ها رو بگیریم و باید سعی کنیم اگر در سیاست گذاری قرار هست که مسیر رو یا ریل رو تغییر بدیم باید حتما سعی بشه که در سیاست گذاری تحت این عنوان در زبان انگلیسی میگن نت ریگولیتری بردن باید مد نظر قرار بگیره نت یعنی خالص ریگولیتری بردن یعنی بار خالص قانونی یعنی شما وقتی قانون جدیدی وضع می‌کنید به عنوان مثال مالیات بر خانه های خالی این قانون مزایایی داره این قانون مذراتی هم داره هر دو رو باید در نظر بگیرید باید یک گزارش توجیهی بنویسید که ما قانون جدیدی که تصویب خواهیم کرد مزایای قانون بر نقاط ضعف قانون و بر حزینه هایی که بر جامعه اعمال خواهد کرد میچربد اگر به اون سمت حرکت بکنیم مطمئن باشید بسیاری از مشکلات کشور هر خواهد شد. آقای دکتر مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. سلامت باشید. خدا نگهدار. خفا باشید.